بسم الله الرحمن الرحیم، درس کامپایلر ادامه میدیم. درس جلسه قبلو من میخوام یه ذره سریع‌تر فقط بگم، اون ته درس جلسه قبل در مورد زبان میانی بود. داشتیم میگفتیم که وقتی که ما میخوایم بعد از پارس کردن سمانتیک آنالیز رو انجام بدیم، بعد یه خروجی بدیم که خروجی اون زبان میانیه. در مورد اون صحبت کردیم، چی های تو حافظه رو باید چه چیزایی به ازای متغیرهای حافظه باید چه چیزایی نگه داریم، چه جون نگه داریم و چه اطلاعات داریم. این جلسه هم داره اینه که وقت کدا رو به چی تبدیل میکنیم در زبان میانی. یه ذره ته جلسه قبل موند که یه اسلاید مهم داشت که حالا اونو بعدا خودتو ببینیم. اینجا من یه ذره سریع تر از جلسه قبل میگم، اگه اضافه شد اضافه مون اضافه مون. در مورد سیمبول تیبل، این یک جنبندی که جلسه قبل گفتیم و یه مرور سریع بکنم. و این جلسه قبل گفتیم که ما یک برای اینکه در زبان میانی یه چیزی تولید کنیم یعنی وقتی میخونیم کدو میخوام یه چیز زبان میانی تولید کنیم، یه چیزایی لازم داریم به نام سیمبول تیبل که تولیدشون کنیم وسط کار. یه دونه خود پروگرام یه سیمبول تیبل داره که در حقیقت یه تعدادی کلاس دسکریپشن و فانکشن دسکریپشنه، مهمترش کلاس دسکریپشنشه. بعد هر کلاس، یعنی کلاس دسکریپتوره، یه لیستی از کلاس دسکریپتور هست. هر کلاس دسکریپتور یه سری فیلد داره، یه پوینتر داره به فیلد سیمبولای سوپر کلاسش، یه سری متد سیمبول داره و یه پوینتر داره به متد سیمبولای سوپر کلاسش. یه سری متد دسکریپتور داشتیم که مثلا این جمله اینا یا اونایی که تو پروگرام هست. هر متدی یه سری لوکال وریبل داره، یه سری پارامتر داره و یه سری فیلد سیمبول داره اگه متد چیز باشه، متد کلاسی باشه، پوینتر به اون داره. بعد یه سری متغیر داشتیم، متغیرهای لوکال یا متغیرهایی که پارامتر بودن یا یه سری متغیرهایی که فیلد بودن. اینا یه دسکریپتوری داشتن که یه چیزایشو مشخص می‌کرد، من جمله تایپشون که تایپشون ممکن بود پریمیتیو باشه، مثلا این تو بولین و اینا باشه، یا یه کلاسی باشه یا یه آرایه‌ای باشه. اینا مرور جلسه اینا رو گفتیم. اینم مثالش بود که من الان مرور نمی‌کنم، ولی از این چیزها داشت که مثلا این عده یه متد دسکریپتور داشت، خودمون مثلا یه تابع عد داشتیم، ما در یه کلاسی بود، اون خودش یه سری متغیر میتونست داشته باشه، متغیر لوکال و اینا، این پوینترهایی بود که ما نگه میداشتیم براش. خب، این جلسه چیکار میکنیم؟ یه سری در مورد نکات اجرایی در مورد Intermediate Representation یا IR صحبت میکنیم. یه ذره صحبت میکنیم که ما در سمانتیک آنالیسیس باید چی کار بکنیم. یادتون باشه اون جلسات مقدماتی هم من گفتم این سمانتیک آنالیسیس خیلی کار جدی انجام نمیده، یه چیزای ساده یه چک میکنه. مهمترین کاری که میکنه اینه که یه سری تایپ رو چک میکنه که درست باشن یا نه، یا تصمیم بگیره در موردشون. این هم یادتون باشه گفت. یه مختصری هم تو آخرش صحبت میکنم که چیا چک بکنم چیا چک نکنم. ببینید، پس این جلسه رو گفتم یه موقع در مورد اینکه کدا رو چجوری نگهداریم صحبت میکنیم. فندی میشه کد نگه داشت. اون مد یه جورش همون کدیه که کدیه که شما میزنیم به کامپایلر میدیم، یه کد تولید میکنیم به کامپایلر میدیم، اون کد است که مردم مینویسن. مثلا این شکلی x مساوی این میگم چه چه میشه. یه جور دیگه که نگه داشت مدل استکیه. اینو نمیدونم دیدین یا نه. میگم فرض کنید یه استک داریم و همه محاسبات رو استک انجام میشه، یه سری اپریشن داریم رو استک، یه اپریشنی که یه چیزی اضافه کن ته استک، اینجا مثلا ای رو پوش کن تو استک، بی رو پوش کن تو استک. یه دونه عملیات ماتیفیکیشن داریم که دوتا بالای استک رو ور میداره، ضرب میکنه میذاره بالای استک، بعد دوباره اینو پوش کن. یه اپریشن اد داریم، دوتا بالای استک رو ور میداره، اد میکنه میذاره جاش چه نشش تو استک، بعد پاپ میکنه توی ایکس، جمعش میذاره توی خونه ایکس آفزه. یعنی همه عملیات ها به استک انجام میشه. مثلا میشه اینطوری هم نگر داشت خودتونو. یعنی ببینیم ما میخواییم به یه چیز اینترمدیتی تبدیل کنیم، اینو میخواییم بخونیم و به یه چیز تبدیل کنیم، مثلا به این تبدیل کنیم. یا میشه یه جوره دیگه نگر داشت.
اینجوری که یه سری اینا خیلی شبیه زبان ماشینی که یه سری عملیات داشته باشی که روی متغیر حافظه انجام میشه و نتیجه‌هاش همیشه تو رجیستر می‌ریزه. این خیلی شبیه کارهایی که تو حافظه انجام میشه. از این کد نگهداشت و میشه از یه سری درخت نگهداشت، شبیه اون کاری که موقع پارس کردن انجام میدادیم. مثلا بگیم یه استیتمنت داریم که توش میگه x مساوی است با عد یه چیزایی، یه دونه متغیره بکنم یه لوکال، یه متغیر لوکال C و ضرب یه متغیر لوکال A و یه متغیر لوکال B. ببینید اینجا شما یه سری متغیر، اینجا یه سری متغیر میانی دارید. متغیر میانیتون کجان؟ اون متغیر هایی که وسط کار توی استک عددهایی نگه داره میشه. اینجا متغیر میانیتون کجان؟ این رجیستر ها، این رجیستر که اینجا ضرب و اینجا نگه دار و حالا جمع و صاف برستویست. این متغیر میانی، اینجا یه سری متغیر میانی لازم داریم که داشته باشیم. متغیر که مثلا وقتی این دوتا تو ضرب کردی یه جمعه نگرش داری اون متغیر. ما کاری که میکنم و خب طبیعتاً چه وقتی یه سری استیتمنت داری، یه سری مثلا یه چیزی سمیکالون یه چیزی سمیکالون داری، اینا رو بعد یه جور نگه داری، پشت سر هم بودنشون ربطشون رو به هم یه جور نگه داری. اینا دو جور میشه نگه داشت. یکی این که مثلا یه مدل یونیورسالی بذاریم، بگیم که ما یه تیکه کد، یه تیکه کد داریم یا یه تیکه شرط داریم، یه تیکه اکسپرشن داریم. این هر تیکه کدی یا شرطی یا اکسپرشنی آخرش باید بره به یه تیکه دیگه، حالا ممکنه شرطی باشه، شرط باشه و این شرط تعیین کنه کجا بره، یا اینکه شرط نداشته باشه و همینجوری تعیین کنه کجا بره. این خیلی شبیه اون جوریه که فلو چارت شما نشون میده. میتونیم اینجوری نگه داریم یا میتونیم خیلی حالت خاص‌تر نگه داریم. مثلا بگیم آقا ما اینجا یه تیکه کد داریم، اولش یه وایل، این وایل یه شرطی داره، شرطش رو اینجا نگه داریم، یه بدنه‌ای داره، بدنه‌اش اینجا نگه داریم. اون وقت اگه بخوایم اینطوری نگه داریم، یه مدل داریم، همه کد رو با یه فرمت خیلی ساده‌ای توصیف می‌کنیم، مثلا یه سری بلاک و یه سری فلش. اگه بخوایم چه چیزی داشته باشیم کدمون باید حالت مختلف داشته باشه، مثلا نودای مختلف داشته. مثلا وای اینطوریه که یه شرط داره و یه بدنه، ایف یه شرط داره یه بدنه، ایف یه شرط داره و دو بدنه، شرط ایفه، شرط شرطش اون که اگه ایف درو بود و اگه ایف فالس. چون نودهای مختلف داریم که هر کدوم یه معنی خاصی داره. اگه مثلا این کارو اگه این کارو کنیم، نه فقط خیلی نودای ساده ایه، کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ دوم چیش بهتره؟ حالت رنگی مکنه که کار کردش رو بهتر بهتره. آه شبیه تر به کدی که طرف زد. خب باشه، اون کد اولیه که خودش نوشته بود که خیلی شبیه تر به کدی که زد. هر کدوم یه خوبیه داره یه بدیه دارن دیگه. همینطوری که گفتیم این خوبیش اینه که منطقی که طرف داشته رو خوب نشون میده، ولی بعدش اینه که بعد هی حالت هی کد شما تو کامپایلر تو بعد کد پیچیده تری بزنه، اونجا کد ساده تری یاد بزنه. خب چه فایده ای داره این؟ فایدهش اینه که اگه بخوایم اپتیمایز بکنیم این ممکن کمک کنه، تو اپتیمایزیشن ممکنه این فدرال اوورس کمک کنه. یه چیزایی بدون بفهمی، بگی مثلا این وایل این شرط هر دفعه تا این چک میشه برای این، پس این کار لازم نیست بس انجام بدیم، این کار لازم انجام بدیم، یه بار انجام بدیم دیگه هر دفعه تکرارش نکنیم. از این چیزا رو میتونیم بفهمیم استفاده کنیم ازش. اینجا کاری که ما میکنیم اینه که یه سری چیز، یه سری بلاک از کد، چون میتونیم یه دستور سمیکالون رو بذاریم یه تیکه، اینا رو به هم بچسبونیم پشت سر هم، درسته؟ این کار نمیکنیم، نه یه تیکه هایی که میدونیم همیشه پشت سر هم اجرا میشه اینا رو میکنیم، یه بلاک، یه بیسیک بلاک، چی طرف نمیم بیسیک بلاک اینه، یه تیکه کدی که همیشه پشت سر هم اجرا میشه، وسطش، از وسطش ورودی نمیگیره، مثلا نمیتونه یکی وسطش اجرا کنه، از اول تا آخرش همیشه پشت سر هم اجرا میشه و فقط آخرشه که میتونه تصمیم بگیره که اینجا بره یا اونجا بره، آخرشه که میتونه چند حالت بشه. مثلا نگاه کنیم یه همچین کدی اگه داشته باشیم، این میشه، این مثلا فرض کنیم یه استیتمنتتونه آی
مثلا مساوی آی به اضافه ای، این ایکس مساوی ایکس به اضافه ای به اضافه آی. ببخشید آرایه ای خونه آیومش، ال دی ای یعنی آرایه ای، اکسس به یه آرایه رید کن مثلا یه آرایه لوکال. مثلا فرض کنیم که این یه استیتمنت، این یه استیتمنت، این یه چیزی سمیکالون، یه چیزی سمیکالون، این یه ایفه که اگه یه چیزی کوچیک‌تر از یه چیزی بود یه کاری بکن و اگه بزرگتر بود یه کاری بکن. پس بیسیک بلاک یه تیکه یه سری کاره که حتما همیشه با این سر هم انجام میشه از اول تا آخرش، یه کسی وسط نمیتونه بیاد و آخرین کاری که میتونه توی بیسیک بلاک باشه فقط اینه که انشعاب بده، تصمیم بگیره کجا بده یا کجا. مثلا این برنامه واضحه که اینو چرا من انداختیم توی این بلاک، این استیتمنت اوله، چرا؟ چون ورودیم داره، یعنی اینجوری نیست که اون تیکه همیشه اجرا بشه. چرا میخوایم کار، چرا اینجوری بلاک بندی میکنیم؟ برای اینکه بعداً ما مثلا میدونیم بدونیم این بلاک هم چه پای سر هم اجرا میشه. مثلا میگیم این اجرا شد، خب دیگه آیا لازم نیست بذاریم تو مموری دوباره بعداً اینجا برش داریم، چون حتما این قبل اجرا شده. میتونیم فرض کنیم آیا مثلا تو فلان رجیستر هست، از همون استفاده کنیم. مثلا این فرض رو داشته باشیم همیشه اینا پشت سر هم اجرا میشه، بعدا تو اپتیمایزیشن ازش استفاده کنیم. اوکی، هدفمون در آینده ورود. خب میگه که اگه وقتی میخواین این مود اینا رو با این میخواین سمنتیک آنالیسیس انجام بدین، هیچ کار دیگه ای نمیخواد انجام بدین، فعلا همین کار رو فقط انجام بدین، همین کاری که در ادامه خواهیم گفت. فقط بخواهیم بیسیک بلاک رو پیدا کنیم و تایپ چک بکنیم. خب بقیه کارا رو بعدا میخوام انجام بدم. این سمنتیک آنالیسیس چیه؟ کاری که سمنتیک آنالیسیس انجام میده اینه که ببین ما کاری که تا حالا انجام دادیم، پروگرام رو گرفتیم، توکناشو در آوردیم، پارس تری رو ساختیم، میخوایم اینترمدیت ریپرزنتیشن درست کنیم، یه چیزی درست کنیم که زبون میانی باشه، توصیف کنه برنامه چیز شبیه همون این بلاک دیاگرام سبزی که این ور کشیدیم میخوام و سیمبل تیبل برای اینکه ببینیم تو حافظه هم باشه. درسته؟ حالا ما چی کار میکنیم؟ این اول این یکی سمنتیک اصلا یعنی چی؟ ما میخوایم چی کار بکنیم؟ سمنتیک آنالیسیس یعنی چی اصلا کلن؟ میخوایم چی کار بکنیم تو سمنتیک آنالیسیس؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ ببین ما یه کاری که می‌کردیم تا حالا کردیم اینه که سینتکس کدمون رو چک کردیم. سینتکس یعنی چی؟ سینتکس مثل گرامر میمونه. مثل این میمونه که ما یه گرامر مثلا یه زبان یه متنی داریم، گرامرش رو چک کنیم، مثل این میمونه که سینتکس چک. مثلا فعل داره، فاعل داره، فعل و فاعلاش مثلا فعلای اضافه نداره، این هم چه سینتکس ماجرا. سمانتیک میشه معنی ماجرا. که الان این کد رو زده، مثلا این ایف رو زده، اینه به اضافه این فرض کنید درخت. وقتی شما درخت پارس تری رو می‌سازی، سینتکس ماجرا رو کاملا فهمیدین. یعنی فهمیدین این الان یه دونه به اضافه است، گرامر ماجرا رو فهمیدین. حالا یه معنی داره، معنیش اینه که اینو با اون جمع کن، جوابش مثلا بدید این تو. توی سمانتیک آنالیسیس ما کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که اون معنی رو بفهمیم، اون معنی رو اعمال کنیم. خب این کارهای سینتکسی کارهای ماشینی‌تر و ریاضی‌ترین. مثلا کلا میشه تعاریف ریاضی که برای همین مثلا زبان‌ها و ماشین‌ها اینا چیزا رو خوب تعریف می‌کنن، اینا کمتر قابلیت ریاضی شدن دارن، مخصوصا حالا تو زبان‌های انسانی‌تر. پس ما کاری که باید بکنیم اینه که تو سمانتیک آنالیسیس کاری که بکنیم اینه که چک کنیم. اول باید یه سری چک رو بکنیم. کار اصلی که تو سمانتیک انجام دادیم که یه سری چک بکنیم، چک کنیم یه سری چیزا درست باشه و ارورای خوب معنی دار بدیم، هیچ کار دیگه هم لازم نیست بکنیم. اون چیزایی که باید چک بکنیم حالا جلوتر میگم. یه سری یه سری چیز رو باید چک کنیم. یکی فلو کنترل، فلو آف کنترل چکه. در حقیقت حرف اصلی این اینه که مثلا فرض کنیم شما میخواین یه متغیر، طبق سمنتیک، طبق سینتکس یه چیزی داریم به نام تعریف متغیر
یه چیزی داریم به نام مثلا مقداردهی متغیر اینا. خب این که یه متغیر اونجایی که داریم ازش استفاده میکنیم تعریف شده باشه رو کی چک باید بکنه؟ تا حالا ما چک نکردیم، درسته؟ مثلا فرض کنیم که یه متغیره آی داریم، اینت آی، اینجا زدیم آی مساوی سه. این که این جایی که ازش استفاده میکنیم تعریف نشده کی باید چکش بکنه؟ پارسر که نمیتونه اینو چک بکنه، اینجا ما باید چکش بکنیم. این کاری که اینجا باید بکنیم اینه، اینه که چک کنیم که تو این یه چند تا چیز میخوام چک کنیم. یکی فلو آف کنترله میخوام چکش بکنیم. فلو آف کنترل چک کردنش ایناست، از این چیزاست که چک کنیم یه چیزی قبل از این که استفاده بشه تعریف شده باشه. یک دو این که چک کنیم چیزهای درست حسابی برگردونن. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم اینو چک کنیم، این مثاله به نظرم بهتره. شما فرض کنیم که یه تابه داریم که مثلا میخواد اینت برگردونیم. خب این تهش زدیم if یه چیزی return یک آکولاد بست. این باید ارور بده به شما یا نبرده؟ این باید ارور بده یا نبرده؟ به این میدونه کامپایلر شما باید بفهمه که این یه تابع آی و باید یه چیزی برگرده. خب اگه این بچه کنه که آیا همیشه این یه چیزی برمیگردونه یا بر نمیگردونه، یه همچین چیزی رو بچه کنه. مثلا اگه شما این ایف رو نزدیم بزنید ریترن بیه که میدونه میفهمه که اوکی این همچه یه چیزی برمیگردونه، خوشحاله. ولی اگه یه جاهایی توی مسیرهایی یه چیزی برنمیگردونه باید ناراحت باشه، یه همچین چیزی. یعنی مثلا باید چک کنه که همیشه این داره یه چیزی درستی برمیگردونه. یا یه مثال دیگهش، این مثال اینو نمیدونم دیدیم یا نه، حتما دیدیم. این یه چیزی علامت سوال یه چیزی یا یه چیزی، این شکل رو دیدیم دیگه. مثلا این معنیش اینه که اینو چک کن، اگه درست بود اینو برگردون و اگه نه اینو برگردون. چک کنه یه کسی باید چک کنه که این سینتکسش رو باید چک کنه که قبلا چک کردی. یه کسی باید چک کنه این چیزی که شما اینجا برمیگردونی با این چیزی که اینجا برمیگردونی تایپش باید یکی باشه. مثلا این نمیتونه اینت برگردونه این استرینگ برگردونه. کی این کارو میکنه؟ این سمتی آنالیز. حالا خیلی از زبان ها هستن که همچه ویزایی ندارن هستن. خب اونا آسان تر هستن یه چیز داره میخواد چه اینو ولی دارن مثلا نه اونم حتی ندارن دارن اینا یه جور دیگه شو دارن. چه جور شو دارن؟ این چکش رو لازم نیست بکنن، اون کاری که بعد تو سیمبول تیبل انجام بدن رو دارن. حالا سوال هم میشه اصلا که اینا رو باید چک کنیم؟ اصلا باید همچون اونجوری باید کد بنویسیم؟ از کجا اومده؟ چون همه قدیمی ترا این شکلی هم، ولی هرچی جدید تر میشه دیگه تایپ های با اینا. خب به خاطر اینکه شما هرچی کدتون پیچیده تر ببینید اینجور بذاریم مثلا اینکه کلن چرا ما اینجوری کد میزد؟ چرا سخت میدیم به خود؟ چرا یه برنامه این کار اینقدر سخت میگیریم؟ میگیم این چیزها رو رعایت کنیم موقع کد زدن، نمیگیم خب کلن یه کدی بزنیم اونم یه کارش بکنیم. چرا این کار نمیکنیم؟ برای اینکه دوست داریم اگه خطایی وجود داره، ببین بدترین خطاهای منطقی کد شما، چون مصیبت پیدا کردنش، درسته؟ خطاهای بهتر خطای مثلا اشتباه سوتیای کوچیک شما، خطای بهتر خطایی ان که یه چیزی رو مثلا چه می‌دونم مثلا بوده آی می‌خواستن این آی مساوی یک میشه آی کوچیک‌تر از این، اشتباه تایپ کرد. اگه بتونه کامپایلر خطای شما رو تشخیص بده، خطاهای شما رو هر چی زودتر بتونه کامپایلر تشخیص بده به نفع شما. به خاطر اینکه این خطا هر چی بره تو اعماق فکری تر ماجرا شما باید بیشتر زحمت بکشید. دیولپر باید بیشتر زحمت بکشه تا خطا رو پیدا کنه. پس هدف اینه که ما خطاها رو هی بیاریم به سمت اینکه به طور خودکارتری تشخیص بدیم و به دیولپر ارور بدیم که آقا همچین خطایی وجود داره. این سختی ها رو به خودمون میدیم، مثلا میگیم آقا متغیر خاصی حتما قبلش تعریف بکن، برای اینکه اگه کسی این کار نکرده بود بهش خطا بده. اصلا هدف خطا گرفتنه.
هدف این سختی اینه که ما بتونیم خطا رو زودتر بگیریم. آره خب یه جایی دست آدم بسته میشه دیگه. یعنی شما نمیتونید توی تابه همینت برگردونید اگه یه شرط برای بود اینت، اگه نبود مثلا یه استریم برگرد. دقیقا همینطور. برای شما یه محدودیت هایی رو تحمل میکنید برای اینکه یه سختی اتفاقای بدی کم برگرد. واقعیتی خوب بود که میتونستی هم محدودیت هایی تحمل نکنی هم خطا. مثلا اگه اینجوری بود که شما راحت خواهیتون مثلا چیزی که میخواستی به زبون آدمیزاد حتی میگفتی اون رفت اون کار رو برات میکرد مثلا عالی بود. یعنی خب چون نتونستیم این کار رو کرد. چی که همین کار سختیه ولی مثلا سی پرسولاس سعی میکنی کار بکنی. شما نه نه کلا همه موارد رو نمیتونه حل کنه. مثلا آن میسایدابل لری بتونه همچی کاری بکنه. مثلا یه ایف بذاریم یه چیزی ریترن کنیم. آره بعد این تاب مثلا یه تابهی باشه که آن دیسایدبل باشه. هالت چک کنه، هالت میکنه یه چیزی روی یه چیزی داره. بعد کامپایلر بتونه همچه چیزی رو چک کنه، هالتینگ پرابلم رو حل میکنه. چون نمیتونه این کار بکنه پس بله نمیتونه 100% این کار. ولی خب این کمک هایی میکنه. آره تا یه جایی سعی میکنه. هر چی بتونیم خطا کامپایلر هر چی بتونه خطا بگیره به نفع ماست. برای همین کامپایلر سن وارنینگ داره. مثلا میگه شما کامپایل کردی این کاری که کردی بوی مثلا مشکل میده ها ممکن ولی مشکل نداره ولی بوی مشکل میده. مثلا سی پلاس پلاس فراوان از اینا داره وارنینگ چند خیلی تا وارنینگ داره. مثلا تو میشه 100 تا وارنینگ داره که این کاری که کردی بوی ارور میده. حواست بوده اگه مثلا میتونی بگی آره حواس هست این وارنینگ ها نشون نده یا درستش باید هست. برای چی این وارنینگ ها رو میده کنید درست هست؟ برای اینکه اگه خطایی هست زودتر تشخیص بده. درسته؟ یکی از وارنینگ هاش اینه که تابه شما چیزی برنمیگرد. میگه آقا من تشخیص ندادم شما حتما تابتون یه چیزی برمیگردنه. اگه خودت حواست هست این شرط ها یه جوری که حتما چیزی برمیگردنه باشه مشکل نیست. ولی من تشخیص ندادم اون تابتون قرار بوده چیزی برگرده. یکی از وارنینگ هایی که میگه. خب یه چیزی دیگه که باید بکنید اینه که یه متغیر مثلا دوبار تعریف نشده باشه طبق قاعده های ما. مثلا میدونیم یه متغیر توی یه اسکوپ دوبار نمیتونیم تعریف کنیم. توی دو اسکوپ بالاش تعریف کرده باشیم دو اسکوپ پایین تعریف کنیم. مثلا اینو باید چک کنه. یه چیز دیگه که باید چک کنه تایپ هاست. مثلا فرض کنیم که مثلا این یه چیز راحتی که وقتی یه تابه رو صدا میزنیم مثلا یه تابه تعریف کردیم داریم صداش میزنیم تعداد آرگومان هایی که هست یکی باشه تایپ آرگومان ها یکی باشه از این چیزا چک کنیم. وقتی که مثلا یه تابه ای داریم صدا میزنیم که مثلا مقدارش رو میریزیم توی یه چیز دیگه اون تابه بعد یه چیز خوبی برگردونه. بعد نمیدونم اگه یه آرایه داریم مثلا نتونیم بگیم اون آرایه به اضافه دو بگیم. اگه آرایه داریم بعد حتما برش کروشه باشه. اگه اون اسم متغیرتون اسم یک کلاسیه بعد باشه اون کلاسه نقطه یه چیزی اگه ازش استفاده میکنیم اینا رو باید چک کنه. اینا چیزایی هست که پارسر نمیتونست چک کنه به خاطر اینکه در مورد اینه که اون وی چی هست اون متغیر وی که اونجاست چی هست که بعد ببینه چجوری ازش استفاده میتونیم بکنیم. مثلا اگه یه چیزی سمت راسته اینو خیلی سیتراسترانسی دوست دارن. اگه یه چیزی سمت راسته مثلا یه عبارتی مثلا هست یه عبارتی مساوی یه عبارت خب این باید حتما یه چیزی برگرده نمیتونه هیچی برنگرده و چیزی که این وره باید بشه حتما توش یه چیزی ریخت. مثلا اینجا نمیتونیم این چیزی سه مساوی مثلا مساوی ایکس نمیتونه توش سه بریزه. باید چه کنی اینا بشه توش یه چیزی ریخت و چه کنی چیزی که اینا این سمت راست چیزایی که یه چیزی برنگرده اینا رو باید بتونیم چک اینا رو باید چک بکنیم. این هم کار چیزه و یه چیز دیگه که باید چک کنه اینه که تایپ ها کامپتیبل باشه. مثلا اگه یه متغیر استرینگ داری نمیتونی بگی اون استرینگ مساوی سه. اینا هم باید بتونیم چک کنیم. مثلا اوکی واضحه. مثلا این هم از این که مثلا یه اینتیجر تعریف کنیم و مقدارش از اینتیجر تعریف کنیم رانتایم یا اون رانتایم داره؟ آها اونو اگه چیزه اگه
این بستگی داره اینکه چه جوری باشه، بهتره کامپکت تایم باشه. بعد یه سری چیزا بالاخره به آنتاپ رخ میده. الان در مورد اونم صحبت کردم. اونم میگن داینامیک چک اپ. اینا میگن استاتیک چک، این چیزایی که زمان کامپایل تایم رو تشخیص میده. یه سری چیزای داینامیک خوبه چک کنین. یه چیز یکی از چیزایی که چک حالا بعد بکنیم یا نکنیم، فکر کنم تو پروژه شما اینه که بکنیم، بعضی از کامپایلر رو میتونم ازش نمیکنم، اینه که هر وقت به یه آرایه اکسس شد، مثلا یه آرایه آلانی آی هر موقعی که اکسس شد ران تایم موقع اجرا نگاه کنین آیه از رنجش بیرون میزنین. جاوا این کار میکنه براتون، شما میتونید به عنوان کامپایلر این کارو بکنید، میتونید نکنین این کارو. وقتی این کارو بکنین یه بدی داره. چه بدی داره؟ سرعت میره پایین. سر هر اکسس به آرایه دارین شما یه چیزی چک میکنید، یه بار اضافه تحمل میکنید. اگه چک، ولی یه خاصیتی داره، خاصیتش اینه که اگه خطایی داشته باشی خیلی کمک میکنه به تشخیص خطا، خطاتون کجاست. خیلی کمک میکنه، حتی تجربه کنید. اوکی؟ یه چیز دیگه هست، نال پوینتر. چک کردن نال پوینتر که یه چیزی، مثلا اگه پوینتر داشته باشین، مثلا یه دونه، مثلا تو جاوا اینطوریه، اگه یه متغیر داشته باشین که نیوش نکرده باشین، از اون یه کلاسی بزنین آ نقطه ایکس مثلا مساوی دو، ارور میده، ببین آ ناله. اینا ران تایم میشه چک کرد، میتونین کامپایل تایم چک کنید. واضحه؟ خب این تمام شد. یه چیز دیگه ای که هست که ببینیم یه تلاشی شده بود، چطوری این سینتکس رو تلاش میکردن که خیلی ریاضی نشون بدن این نظریه زبان ها و ماشین ها یه قسمتش اینجوری تولید شد. یه تلاشی هست برای این که تایپ ها رو، تایپ متغیران اینا یه جوری ریاضی نشون بدن. یه کار منطقیه که یعنی بیشتر تو منطق و اینا معنی داره. من خودم خیلی این چیزا رو بلد نیستم، در حد کامپایلرش بلدم. در حد کامپایلر هم اینا معنی داره که یه جوری تایپ اساین کنیم به هر متغیر، یه چیز مثل تایپ داره و یه حرفایی بزنید در مورد اینکه آیا این تایپ هاشون خوبن بعدن. الان شما یه عبارت دارید، عبارت میشه اجرا بشه نمیشه اجرا بشه، برای این کار یه هم میشه استفاده از یه چیزی به نام تایپ سیستم. تایپ سیستم مدل ریاضی تعریف تایپ یه چیزاییه. ببینید ما توی سینتکس آنالیسیس که انجام میدادیم با تایپ متغیرها کار نداشتیم. کلن این موضوع هندل کردن تایپ موضوع سمنتیک که اینا چی هستن. اوکی؟ یه تایپ سیستم این چیزها رو داره، یه جوری، یه روش، یه روی چجوری بنویسیم، میگه چجوری بنویسیم هم میگه خالصه چجوری تعریف کنیم یه زبونو، بعد میگه که تایپ ها چیا هستن روی این زبونه و میگه چجوری تایپ چیزایی بود زبونتون رو مشخص کنید. مثلا فرض کنید ما یه زبون کامپایلر می‌نویسیم، این میگه که چجوری هر کدوم از متغیرهای کامپایلرتون رو تایپش رو مشخص کنید. یه جور ریاضی سعی می‌کنه این کارو بکنه. برای این کار یه تایپ، یه چیز داره نام تایپ اکسپرشن، که تایپ اکسپرشن مشخص می‌کنه تایپ هر چیزی چیه. ممکنه تایپ هر چیزی مثلا متغیرها یا بیسیک باشه، یعنی مثلا این تو اینا باشه، یا از ترکیب یه تایپ های اولیه به وجود بیاد. خب بیسیک هامون مثلا فرض کنیم احتمالاً تو پروژه شما اینا اینتیجر بولین فلوت و کاراکتر، یه تایپی داریم تایپ ارور برای اینه که ارور بده، برای اینه که ارور خوب و تشخیص بده و ارور بده، و یه تایپ وید هم داریم یه چیزی که تایپی نداره، مثل اون چیزایی که چیزی بر نمیگردونن، مثلا این چیزایی که نمیتونن اینجا بزنه این مساوی اون برای این. یعنی این هم یه جور تایپ باید تعریف کنیم. خب هر تایپی هم یه دونه اسمی براش میزنیم، حالا میگم چجور درمانیم. گفتم تایپ های ابتداییمون اینتیجر و اینا، چند جور میتونیم تایپ های ابتدایی رو هم ترکیب کنیم. یکی ضرب دوتا تایپ، یعنی یه تایپ داشته باشیم که ضرب دوتا تایپ باشه. مثلا فرض کنیم که اینتیجر و بولین اگه باشه، میتونیم بگیم یه تایپی داریم تایپ اینتیجر ضرب در بولین. منظورمون چیه؟ منظورمون که یه مثل زوج مرتب، مثل ضرب دکارتی که میکنیم دو تا مجموعه، مثل زوج مرتب، یا
یعنی اولیش یه زوج مرتب داریم، یه چیز داریم که اولیش اینتیجر دومش بولینه. کجا واقعا از این استفاده میکنیم تو زبان ها؟ تو کلاس ها مثلا یه کلاس داشته باشیم دو تا متغیر داشته باشه، یه متغیرش مثلا اینتیجر باشه یه متغیرش بولینه. یه تاریخ دیگه ای که داریم به طور خاص، یه تایپ دیگه می داریم، تایپ اره. اگه یه آرایه داشته باشیم مثلا این شکلی میگیم یه این تایپ، تایپ این آرایه، این فوم متغیر فومون چیه؟ آرایه از اینتیجر و 128 میگیم، تایپش رو اینجوری نشون میدیم، آرایه یه تایپی و یه عدد ثابت. خب یه چیز دیگه که بعد برش تایپ تعریف کنیم، تابه ها مونه. خیلی ریاضی بخواهیم نگاه کنیم، یه تابه، خب مثلا این تابه رو نگاه کنیم، یه مپینگیه از اینا به این، درسته؟ پس انگار که این یه سری زوج مرتب، این مثل یه زوج مرتب یه چند تاییه، پس این تابه فوبار مثل یه مپ از این چند تاییه به این، درسته؟ اینو اینجوری نشون میدیم، این فوبار تایپش چیه؟ یه تابه. تایپش چیه؟ تایپش اینتیجر ضرب در بولین ضرب در اینتیجر به اینتیجر. اوکی؟ تایپ تابه رو تو بده. این یه پیچیده ترین چیز توی تایپ سیستم. اوکی؟ خب ممکنه، خب گفتم بهتون این رکوردا و کلاس ها اینطوری تعریف میکنن که اصلا یه کلاس داریم دو تا اینتیجر تایپش اینتیجر ضرب در اینتیجره. حالا اگه یه تابه این تو سی پلاس پلاس مثلا تا داریم، اگه یه تابه داشته باشیم که یه تابه برگردونه چی؟ اونم وقت اون تابه یه تایپی بعد داشته باشه. مثلا فرض کنیم اینو نگاه کنیم، این تایپ چی رو من بگیم تایپ این چیه؟ یه چی بوده که تایپش این شده؟ این تابه بوده اینجا؟ تابعی که این تابعی که ورودی برای این تابعی که ورودی بوده چیه؟ خروجیش هم یه تابعی بوده این تابعی که این کلن تایپ یه تابعیه که ورودیش از این نوعه. یعنی چی؟ یعنی یه ورودی دوتایی داشته، دوتا ورودی میگرفته، ورودی اولش یه تابعی بوده که اینتیجر رو به اینتیجر میورده، پس اون تابع اولی، اون ورودی اول تابع اصلی مورد، ورودیش اینت بوده و خروجیش اینت بوده. خب این تابع اصلیه، یه دونه از این تابع ها میگرفته و یه اینت، و خروجی چی میداده؟ یه تابعی میداده که اون تابع ورودیش اینت بوده و خروجیش اینت. اوکی؟ اینجوری تایپ تعریف میکنن برای چیزای مختلف. من دیگه همه چیمون تایپ، همه چیزمون تایپش مشخص. خود تابع میشه آره، میشه پوینتر به تابه برگرد. پوینتر به تابه همون، یعنی تو سی بهش میگن پوینتر به تابه، همون چیزی که میتونی صداش بزنی. پوینترش که میشه برگرد، خود تابه یعنی چی؟ یه چیزی که بتونی صداش بزنی، درسته؟ اون بهش میگن پوینتر به تابه، ولی در حقیقت اون همون تابه است، یعنی همون چیزی که میتونی صداش بزنی. مثل اینکه شما تو جاوا به متغیرات بگی پوینتر به متغیر. پوینتر چیزی نیست، چند تایی نیست، پوینتر یه عدد دیگه، پوینتر واقعا یه عدد. همینطوری متغیرات تو جاوا واقعا یه عدد هم، هر که متغیرات هم وقتی اینکه پوینتر هم به اون متغیره، درسته؟ به جود این پوینتر این کلاس ها متغیره از اون کلاس، واقعا پیزدش یه عدد و عدد پوینتر رو فقط به شما میرسه. شما میگید مثلا آ مساوی بی، پوینتر این بی پوینتر رو یک ابجکتی، پوینتر ها همین ریزه اینجور میتونی فقط از این استفاده کنی برای اینکه به اون دسترسی پیدا کنی. اینجا این هم اوکی؟ یعنی پوینتر میگن بهش پوینتر به فانکشن، واقعا هم پوینتر به فانکشنه پیاده سازی، ولی همون چیزیه که شما استفاده میکنی برای اینکه صداش بزنی. در حقیقت ما اگه از این تایپ یه چیزی داشته باشیم میتونیم جلوش بزنیم، یعنی بعد این اجازه رو ما سمنتیک آنالایزر بده که اگه یه چیزی از این تایپ داشتی بتونی بگی اون پرانتز باز یه چیزی از این تایپ و یه چیزی از این تایپ پرانتز بسته، میتونی اینو بزنی، این دستور رو اجرا کنی، اینو باید چک کنی برای آخرش این تایپ چک میخواد
تایپ سیستم رو تعریف کردیم برای اینکه بتونیم تایپ چک انجام بدیم دیگه. تایپ سیستم برای این اینجوری تعریف می‌کنیم برای اینکه آخرش بگیم اوکی. حالا مثلا فرض کنید یه دونه تایپ لنگویج اگه داشته باشه، فرض کنید این شکلی باشه. مثلا پروگرامتون میره به یه سری یه دیفینیشن سمیکالون یه اکسپرشن که دیفینیشن هم میتونه بره باز به چند تا، یعنی منظور اینه که یه سری دیفینیشن این دو تا میشه معنیش میشه پروگرامتون میتونه بره به یه سری دیفینیشن که هر دیفینیشنی یه دونه آی دی دو نقطه یه تایپیه، تایپ یا کاراکتر یا اینتیجر یا اری یه عددی آف تیه و اکسپرشن هم یه لیتراله یا یه نامه یا یه آیدی یا اکسپرشن مضاف اکسپرشن یا اکسپرشن که میشه باز اکسپرشن فرشته است. مثلا فرض کنید اگه این مثال مثلا فرض کنید اگه یه تایپ لنگویج اینطوری داشته باشی، این میشه یه دونه چیز از این یه دونه استرینگ از این چیز اومده، مثلا ور دو نقطه اینتیجر این یه دونه دیه و ور بزن فلان اینم یه دونه اکسپرشن. اوکی خب اگه چیز داشته باشیم ما به عنوان سمنتیک آنالایزر باید چیکار کنیم؟ ما باید چیکار کنیم؟ ما باید سر اجرای این دستورا، سر اجرا انگار اون موقعی که این قوانین داره اجرا میشه و این کد رو تولید میکنه باید یه کارایی بکنیم. درسته؟ در میگم چجوری ما پیاده سازی کنیم سمنتیک آنالایزر. وقتی که یه دونه از این دیفینیشن ها میره به آیدی دو نقطه تایپ، ما باید بگیم که این آیدیه تایپش مثلا از نوع تایپ تیه. تیه چیه؟ بچه از تایپ تی. اگه مثلا تی میره به کر، باید بگیم که این تیه، این تیه که استفاده کردیم مثلا ازش تایپش کره. اگه مثلا میره به اینتیجر، باید بگیم تایپش اینتیجره. و اگه میره به اره یا فلان، باید بگیم تایپش اره یا فلان. فهمیدید چی شد؟ اینجوری پیاده سازیش میشه کسی، یعنی دقیقاً روی اون پارستیریتون از این که این از اون تیکه هایی که این متغیر رو دارن تعریف میشن، اون تیکه پارستیریتون متغیر رو تعریف میشه، سر اعمال این قوانین ما میتونیم این کار رو بکنیم و متغیر نوع متغیرهامون رو بتونیم اینجا پیدا کنیم موقعی که این تیکه تعدیفی میشنه. اوکی؟ تو تیکه اکسپرشن چی؟ بعد اینا رو چک کنیم اون جایی که بود درخت داره اکسپرشن اجرا میشه. مثلا فرض کنیم که رد کردن، مثلا فرض کنیم که ای میره به لیترال اگه داشته باشیم، یعنی یه اکسپرشنیه که یه لیترالیه. خب پس تایپ اون تیکه کاراکتره. اگه ای میره به نام داشته باشیم تایپ اون تیکه اینتیجره. اگه ای میره به آی دی داشته باشیم تایپ اون تیکه هست اینکه تایپ اون آیدیه رو ببینیم چیه. درسته؟ اینجاهاش آسونه. اون جاهایی که مثلا جمع و اینا رو انجام میده ما باید یه چیزایی چک کنیم. چی باید چک کنیم؟ مثلا باید چک کنیم اگه اولیه اینتیجر بود، دومیه اینتیجر بود، جواب اینتیجره و اینا مثلا ارور بده. مثلا اینجا چون فقط اینتیجر داشتیم، فلوت رو اینو نداشتیم. تایپش میشه تایپر. اگه همچین چیزی بود مثلا میتونیم بعد این دومیه حتما اینتیجر باشه، حالا ممکنه این ایدو خودش رفته باشه از یه آرایه یه چیزی اومده باشه، اوکی هر کاری کرده، این ایدو باید تایپ باشه در نهایت اینتیجر باشه و بعد تایپ یک باشه اره یه چیزی و اینا که این اره هر نوعی هست، هر نوعی هست این ای هم باید تایپش همون باشه، یه تایپش همون میذاره این رفته به این، این عبارت تایپش از نوع اینه که این اره چی بود. اوکی؟ واضحه؟ خب یه نکته ای وجود داره، حالا من فکر کنم در پروژه شما میتونیم میگه پس هم فرض کنیم که یه جا طبیق کنیم اینت آی 128 بعد تابه میخواییم فوی آ رو صدا بزنیم و تابع فو رو اینطوری تعریف کردیم که اینت بی 128 یعنی 128 تایی اینت میگیره، این دو تا تایپ رو یکی بگیریم یا نگیریم؟ یه سوالیه دیگه. اگه از این تایپ سیستم رو استفاده بکنین این دو تا تایپشون یکی میشه. درسته؟ تایپ این میشه اره اینت و 128، تایپ این میشه اره اینت و 128، میتونیم این سوال بزنیم.
خب فقط اگه بخواید اینا رو بتونید صدا بزنید واقعا یه دردسرهایی دارید واقعا. دیدین چه درسری؟ چه یکی اصلا توی این دیجا صدا بزنش رو میاریم؟ اینجا؟ به خاطر اینکه اگه این 129 بود اینجا اینجا و اینجا 129 بود اینجا 128 بود این چه جوری پاس میکرد؟ طبعا بهشون هم نمیخوره. البته که طبق تعریف تایپ سیستم هم نمیخوره. باید بدونیم چند تاست. اسکوپ چی میشه؟ اسکوپ؟ این تو از تو این چیزی ورودی تابه مونه. یعنی آره مثلا فرض کن اگه یه دونه تاب فو داشتیم که ورودی یه دونه اینت میگرفت اون اینت اسکوپش چی میشد؟ تاب میشد دیگه تمام شد. اوکی؟ الان این چه سختی برام میاره به عنوان کامپایلر اگه همچین چیزی اجازه بدیم؟ نمیدونیم؟ سختی که میاره اینه که شما وقتی این تاور صدا میزنیم خب این یعنی داره میگه این بی آی است دیگه درسته؟ الان من بی یک آی است کردم الان آی یک عوض بشه یا نه؟ بشه یا نه؟ نه از آره اگه ما آرایه رو به عنوان یه دونه پوینتر مستقیم به حافظه بگیریم طبق این تعریفمون وقتی بی عوض میشه آم عوض میشه. دقیقاً دستگی داره به اینکه تعریف کنیم این الان داره چجوری پاس میشه. با این ولیو پاس میشه یا پوینتر. حالا اینو وسیلش کنیم. فرض کنیم که این مثالی بزنم که دیگه این حرف و حدیث ها رو نداشته باشه. فرض کنیم که داشته باشم این A128 چون یه تابعی دارم این بی سر بزرش بی مصابی آ این کار میتونم بکنم؟ میتونم اینجا باید چی کار کنم؟ سر این دستور بی مصابی آ باید چی کار کنم؟ هر چیزی که تو حافظه آ هست تو بزنی تو حافظه یعنی بعد یک فور 128 تایی بزنم و آ رو کپی کنم تو بی درسته؟ اگه این رو اجازه بدم این معنی این زحمتیه که به دوش کامپایلر بیافت تو سیستم بله بیافت سی نداره این سی اینو نداره این کار چون نمیتونیم دوتا آره این آره مثلا آره اون کپی کنیم بعد اوکی خیلی پاسکال قدیم فکر کنم داشت پوینترش رو میشه پاس کرده این بعد اینو نداره که چون تایپشون یکیه پس مثلا اونو کل بیو کپی کن تو کل آ به خاطر اینکه تو سی این آرایه های نکات خاصی هم مثلا پوینتر به آرایه ها یا خود آرایه نیستن این متغیر اوکی؟ ما نمی کنیم دیگه به خاطر اینکه تایپ بی تو تایپش یعنی تو تایپ آرایه ها تعدادشون هست تو تایپ آرایه ها تعدادشون هست یه چیزی تو تایپش تعدادش هست در نتیجه اگه دو نفر بودن اندازشون با هم فرق میکرد اینا تایپشون با هم نمیخوره اصلا نمیتونیم به هم جای هم باشه اندازشون فرق کنه آره ولی اگه اندازشون و مشخص نکنیم الان طبق تایپ سیستم ما تایپ رو مشخص نمیشه چون اصلا نمیتونیم همچین کاری نمیتونیم متغیر داشته باشیم بدون اندازه هم سی که میپذیره به خاطر اینکه سی آرایه اینطوری نداره پوینتر به آرایه است وقتی که شما همچین چیزی بهش میدید پوینتر به آرایه پاس میکنه خود آرایه آره اونجا تایپ این چیزا پوینتره میگه وقتی تو سی میگه وقتی شما یه چیزی همچیزی نوشتی وقت این متغیرت پوینتره به آرایه است وقت همه چی درست میشه تو دستوری که من میگم سر پارس دیری وقتی همچین چیزی نوشتی چی کار بکن تو سی نوشته کاری که بکن میگه اینو بذار تو تایپش بذار پوینتر به آرایه
ولی ما یه چیز دیگه میگیم. جاوا من نمیدونم چی کار میکنم، یه اینطوری بگم تو کل آرای پاس میکنم. جاوا ریفرنس باشه. ریفرنس باشه میکنه؟ توی جاوا آرای پانتره و آرای و ریفرنسش رو باشه. و اگه آرای چند تا داشته باشی میتونی تعریف نکنی؟ سایز نمیذاره. سایزش رو و پاس میکنم. دقیقا پوینتر به اون آرای بیرونیه رو باز میکنم. سایز اصلا نه بذاریم چون ما این پارامتر نیستن. چی؟ اینایی که به عنوان پارامتر میدیم اینجاها سایز نداریم تو جاوا. تو سی که میتونی بذاری؟ میتونی هم نذاری تو جاوا و هم نمی بذاریم. یعنی که این جاوا اگر بذاریم گیریم اینکه به تده بوده شد باشن خاصا تده بوده شد باشن. این هم میگه که کی میگیم دو تا چیز تاریخشون مساوی هست؟ وقتی که یه سری چیز با همون ترتیب دقیقا تکرار شده باشه میگیم تاریخشون مساوی هست. یه نکته ای که وجود داره اینه که توی کامپایلر های همچین چیزی رو ساپورت میکنه که اگه شما یه اینتی رو با یه فلوتی جمع کردی تاریخش چی میشه؟ چی؟ فلوت. وقتی این اینتی با فلوت جمع کنی یه عدد میشه که تایپش فلوت، یه اکسپرشن میشه که تایپش فلوت. یعنی کاری که میکنه اینه که یه چیزی مثل کستینگ انجام میده بهش واید کانورژن، یعنی اون که کوچیکتره رو اجازه میده جای بیشتری بگیره. یه جور دیگه اون که بود کستینگ انجام بده نه رو این کانورژن، یعنی فلوت رو بکنه اینت. بخاطر اینکه اینت یه فلوت بعد دارم جمع کنه، اول تایپشون رو یکی میکنه و دارم جمع میکنه. سوال اینه که تایپ بزرگه رو کوچیک کنه یا کوچیکه رو بزرگ کنه. خب این چون بی ضرره این کار رو معمولا انجام میدن. خب این کار رو باید انجام بده، حواستون باشه و انجام بده. در حقیقت اون کاری که میکنن اینه که این کار رو انجام نمیدن، این تیجر به تبدیل کردن چون کوچیکش میکنه، خطر اوبرفیلوشون داره لنگویش ورد رو انجام نمیدن معمولا توی زبان ها. راستش شما خیلی یه چیزایی به این تو همینطوری انجام میدن بعضی از زبان ها، فکر کنم جاوا اینطوری و ولی اون برش رو معمولا انجام میدن، مثلا این دیجه به فلوت رو مثلا این شورت رو یه لایک تر میکنن، اینا رو انجام میدن به طور معمولی انجام میدن تو این پروژه. شما هم همچین کار رو باید انجام بدید. اوکی، وقتی مثلا یه جمع میبینیم این دو چیز باید این کار انجام بدید، یه کستینگ اون وسط انجام بدید. فلوت رو این تبدیل نمیکنن. چی؟ آها، فکر کنم اینا هست کرده بودن از اوت از کجا چی؟ فلوت رو تبدیل نمی کنید؟ نه نمی کنید، همینطوری تبدیل نمی کنید. برای همین اگه شما بزنید یه اینتی مساویه یه فلوتی، اون فلوت رو همینطوری نمیتونید برسید کنید، باید کستش کنید. ارور میده بگید که آقا تکلیفش مشخص کن. چرا؟ فکر کنم میریزد ولی خب عددش فرق میکنه. نه نمیریزد، ارور اصلا ارور میده. مگه اینکه شما یه چیزایی دارن توی زبان ها، مگه اینکه شما به صراحت تأکید کرده باشید که اینو تبدیل کن به اینت، حالا این کار انجام بده، اون اوکی. بعد بعضی از اینجوری هم نیست که به هر چیزی رو شما بگید به هر چیز تبدیل کن به صراحت هم گفته باشی انجام بده، اون کار انجام نمیده. بعضی چیزا رو اجازه میده به صراحت اگه ذکر کرده باشه، بعضی چیزا رو تبدیل کنه. مثلا فلوت رو اجازه میده به این تبدیل کنه، به هر چیزی به هر چیزی نمیذاره حتی به صراحت انجام بدیم چون این خطراتی داره. مثلا اصلا یه کلاسی داریم یه سری متغیره تو حافظه، یه کلاسی داریم یه سری متغیر دیگه است با ترکیب دیگه، چون اینا میتونیم هم ترکیب کنیم غالبا. من چیزی اون تیکه حافظه رو بچین که اینجوری بهش نگاه کنیم اونجوری بهش نگاه کنم، ولی کار خطرناکیه برای همین نمیگم. بعضی زبان‌ها اجازه این اجازه رو میدادن، این رگی میدادن مثل پاسکال الان میگه تعریف شده چی؟ تعریف کرد. یه کاری که میشه کرد میشه تعریف کرد، بگیم اینو خواستی به این کست کنی چجوری این کارو بکن. شما گفتید آره، اگه کلاس باشه میشه تعریف کرد تو جواب بسی، اگه پریمیتیو تایپ ها باشه باز ماجرا داره.
حالا یه چیزی داره بگیم، مثلا این سی پلاس پلاس چه؟ جواب میشه کس رو تعریف تو اگه کلاس باشه، اگه کلاس نباشه مثلا اینتیجر رو مثلا یک کلاس که شما تعریف نکردی نمیتونیم کانورژن بینشون تعریف کنیم، دو تو کلاسی که شما تعریف نکردی. اوکی؟ مثلا این سی پلاس پلاس چیز داره برای استاتیک کلاس، این داره داینامیک کلاس چیز جالبی هم میتونی بگیم. خب یک سوال روسی کرد من رد کردم در چند روز بریم یه کار دیگه که یه جور دیگه که میشه به این ماجرا نگاه کرد اینه که به شکل اوورلودینگ نگاه کنیم. ببین یه جور که میشه نگاه کرد اینه که شما هر عملیاتی که میخواین انجام بدین ببین معنیش چی به شکل اوورلودینگ نگاه کنی یعنی چی؟ ببین شما میتونید اینطور نگاه کنید که بگید آقا این تو داری آفلود جمع میکنی ایرور بده یا این تو که نمیشه آفلود جمع به من بگو چی کار کن. خیلی هم کار منطقی بوده این کاری چون خیلی استفاده داره گفتن آقا اینو بذارید توش. یه کار دیگه که میشه یه جور دیگه اینو بذارید توش که کست بکن، یه جور دیگه که میشه تعریف کنیم این بود که ما اینو داشته باشیم که چند جور جمع داشته باشیم، چند جور جمع داشته باشیم و جمعای مختلف تعریف کنیم و واقعا ما حداقل برای فلوت با فلوت و اینترینت این کارو میکنیم. واقعا چند درسته که علامت همشون عین همه ولی دو جور جمع مختلفه. وقتی چون دو فلوت هم جمع کنید دو جمع یه جمعه بعد دو تا این دو هم تعریف کنید یعنی یه کارهای دیگه ای انجام میدی واقعا. درسته؟ قبول دارین اینا؟ چون مثلا اینا فلوتینگ پوینت هن بعد نمیدونم اون تیکه بیت های فلوتینگ پوینتش رو چی کار کنی بعد بزرگترین رو بگیری اون و شیفتش بدی اینا رو هم جمع کنی موضوع باشی و فلوتش یه جوری هم کنی. اگه اینتیجر بود اصلا یه جور دیگه باید جمع کنی، اگه مثلا حالا عدد مثبت بود باید یه جور دیگه شاید جمع کنی. درسته؟ فرق میکنه اینه جمع های مختلف درسته قیافش شده همه جمع های مختلف این یه اوورلودینگ میده یه دون چیز کار مختلف میکنه. میشد اینجوری تعریف کنیم که ما یه جمع های مختلف داشته باشیم بین چیزهای مختلف، مثلا یه دونه جمع داشته باشیم بین یه فلوت و اینت یا اینت و فلوت اینا رو تعریف کنیم. میشد اینجوری هم نگاه کنیم. حالا با اون پایین نده. اوکی این حتی چیزی که داره میگه در مورد اینه که این جمع ها درسته قیافشون یکیه ولی کارهای مختلف و بعضی جمع ها هستن که از همینطوری معلوم نیست چی هن. از اون قوانین کستینگ اتوماتیک شما مشخص میشه که این جمع چه جور جمع هست برخواد داری یه جور جمع هست. این بقیه این اسلاید ها توضیح داده که خب دقیقا باید چی کار بکنم. اینا نکاتی بود در مورد اینکه تو سمتیک من رو سیز باید چی کار بکنیم. این بقیه اسلاید توضیح داده که واقعا چی کار کنیم. مثلا سر پارامتر یه پارامتر این بود همه پارامتر وقتی داریم چی ها رو باید چک کنیم، چی ها رو باید ست کنیم، مثلا نمیشه چی کار کنیم اینا. من اینا رو نمیگم خودتون بعدا بگم. این دقیقا کاریه که باید تو کدتون انجام بدیم. سر کلاس ها باید چی کار کنیم، سر لود باید چی کار کنیم. این دیدیم منظورش سر لود چیه وقتی که شما مثلا یه عبارتی داریم بی مصاری آ بعد این آ رو لود کنیم، مثلا این بعد این آ رو لود بکنین از یه جایی کجا بزنین آ کجاست مثلا تو پارامتر هست پارامتر رو لودش بکنن بیارنش و بعد یه چیزه چک کنن میگه چی کار باید سر اری باید چی کار کنیم مثلا گفته باید چی باشه مثلا سر اد باید چی کار کنیم مثلا به اضافه یه کارهایی باید بکنیم یه کستایی مثلا باید انجام بدیم اینا یه ارورایی هم باید بدیم اینا رو همه تعریف کردم اینا نمیگم دوباره مثلا گفته سر استور وقتی که یه چیزی رو گفتیم مساوی یه چیزی بعد بریم این تو بریزیم دیگه درسته مثلا سر این ریختنه بعد یه چیزایی چک کنیم دوباره اینا رو سر استور تو اره سر فان سر ریترن وقتی میخواد چه تاب ریترن کنه بعد یه چیزایی چک کنیم سر کاندیشن ها مثلا ایف یه چیزی اونا بعد یه چیزایی چک کنیم این هم جنبه میشه که ما در سمنتیک چیکار میکنیم؟ در سمنتیک چک چیکار میکنیم؟ یه وقتی که داریم یه چیز زمان میانی تولید میکنیم یه چیز داریم چک میکنیم که یه تایپ هایی درست باشن حالا سیرس رو چک میکنیم خیلی هنر جدی که بعد انجام بدیم تو سمنتیک چک اینه که ایرورای خوب بدیم در کامپایل تایم آره اصلی که میکنیم
به خاطر اینکه خب این کارهای خیلی روتینه چیزی بود دیگه، میخونیم و در پروژه‌تون انجام میدیم. این حالا پروژه‌تون که به اینجا رسید، الان قسمت دوم پروژه‌تون رو میذارن به زودی براتون. به پروژه‌تون که به اینجا رسید یه توضیحاتی در مورد اینکه این اینترمدیت ریپرزنتیشن دقیقاً چیه، بعد باش چی کار کنین اونجا بهتون میگه که بعد چی بسازید. دیگه البته هنوز تصمیم نگرفتیم، ولی یه ابزارهایی هست که میتونید از اون ابزارها استفاده بکنید، خیلی کار راحت نمی‌تونم تصمیم بگیرم. از اون سر بکنیم. به هر حال اینطوری.